يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فيا معشر المسلمين إن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ويفعل الله ما يشاء ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شکنیس برادر اسلام که یکی از امور ضروری در باب ایمان آوردن به الله جل جلاله یکی هم ایمان آوردن به افعال الله رب العزت می باشه بعد از اینکه ما در رابطه با اثبات وجود الله جل جلاله صحبت مفصل در خطبه های گذشته کردیم وحدانیت و یگانگی الله جل جلاله را در هر عرصه به صورت مفصل بیان کردیم و اسما و صفات الله رب العزت که ایمان آوردن از او جز ایمان ما به الله جل جلاله می باشه صحبت کردیم پس متوجه باشین که ایمان انسان مؤمن و مسلمان به الله جل جلاله تکمیل نمیشه تا به وقتی که به تمام افعال الله رب العزت ایمان کامل نداشته باشه افعال الله رب العزت ناشی از اسما و صفات الله هست امی قسمی که اسمای الله نیکو هست صفات الله کامل می باشه به عین شکل متوجه باشین که افعال الله رب العزت همش خیر است، حکمت است، عدل است و مصلحت هست و در افعال الله رب العزت کمی و کاستی و عیبی وجود نداره و همه افعال الله رب العزت به حد کمالش می باشه چنانچه صفات الله صفات کامل هست اسمای الله اسمای نیکو هست پس افعال الله رب العزت هم افعال پسندیده عدل و مصلحت و حکمت و افعال کامل می باشه که کوچکترین عیب و نقص و کمی و کاستی در او دیده نمیشه ای که نسبت فعل ما به الله جل جلاله میتیم برادر اسلام به جهت از ایست که چون الله رب العزت در قرآن مجید نسبت فعل برای خود داده و فرموده که و یفعل الله ما یشاء و میکنه الله هر آن چیزی را که بخواید فعال لما یرید کننده هست هر آن چیزی را که اراده بکنه لا یسأل عما یفعل پرسان نمیشه از آن چیزی که میکنه و هم یسألون ولیکن شما ها هستین که پرسان میشین از آن چیزی که میکنین پس به اساس متوجه باشین که افعال الله رب العزت هیچ وقت با افعال مخلوقات و یا انسانها مشابهت نداره همین قسمی که در باب اسما و صفات ما و شما بیان کردیم برادر اسلام که لیس کمثله شیء به مانند الله رب العزت در اسمش و در صفتش هیچ چیزی بوده نمیتانه مشابهت و مماثلت همه چیز مرفوع می باشه پس به عین شکل متوجه باشین که افعال الله رب العزت هم افعال مستقل هست هیچ مشابهت با فعل مخلوقات ندارد افعال مستقل هست که متعلق به او شایستگی ذات الله جل جلاله می باشه و جهت از اینکه الله رب العزت ذات هست که هر آن چیزی را که بخواه انجام میده جلو فعل الله را در زمین و آسمان چیز گرفته نمیتونه و آن چیزی که الله میکنه کسی سوال از او نمیکنه که چرا کردی افعال الله همش خیر است برادر اسلام همش عدل است همش مصلحت هست قباحت و زشتی عیب و کمی و نقصان از افعال الله جل جلاله مبرا هست مقدس هست و پاک می باشه چنانچه الله رب العزت در قرآن مجید بر ما و شما می فرماید که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت
در خلقت آن چیزی که الله پیدا کرده هیچ گونه تفاوت و نقص را مشاهده نمی کنی. الله چلنج می تبره تو، میگه که فرجع البصر، نظر اندازی که بوده مخلوق الله جل جلو، هل ترا من فطور، آیا کدام عقل نقص را مشاهده می کنی؟ کدام عیب را مشاهده می کنی؟ بارها سیل کو نظر اندازی بکو، ثم مرجع البصر، بعد از او چشمهای تو خسته و مانده و ذلیل به اصلاح برمیگرده و هیچ گونه عیب و نقص و کمی و کاستی را در آن چیزی که الله جل جلاله انجام داده پیدا کرده نمیتوند. پس انسان مؤمن و مسلمانی که به وحدانیت و یگانگی الله جل جلاله ایمان داره برادر اسلام و به اسما و صفات الله رب العزت یقین کامل می داشته باشه، پس به این هم یقین بکنه برادر اسلام که هر آن چیزی که ما در این جهان و کائنات مشاهده می کنیم این در حقیقت همش آثار فعل الله رب العزت است که در اختیار ما و شما انسان ها گذاشته. آسمان بیکران را که الله رب العزت خلق کرده و آن چیزی که در آسمان هست، از ملائکه گرفته، از کواکب و سیاره ها گرفته، از آفتاب و مهتاب گرفته، از ابر و باران گرفته، همش در حقیقت فعل الله رب العزت است که خلق کرده و پیدا کرده. آن چیزی که در زمین میبینیم و آن چیزی که الله رب العزت زمین پیدا کرده و خلق کرده، از انسان ها و حیوانات و خزنده ها و درنده ها و هم پرنده ها و همه چیز، همش فعل الله رب العزت است که خلق کرده و پیدا کرده. آن چیزی که ما از نباتات میبینیم، از جامدات میبینیم، از غازات میبینیم، همش در حقیقت آثار فعل الله رب العزت است که خلق کرده و پیدا کرده. پس الله رب العزت خالق تمام اشیا میباشه و هر آن چیزی را که الله جل جلاله پیدا کرده متوجه باشین که الله رب العزت هر چیز به اندازه معین پیدا کرده، به خاطر مصلحت پیدا کرده، به خاطر حکمت پیدا کرده. الله رب العزت هیچ چیز در این جهان و کائنات بیهوده و پوچ و بی هدف پیدا نکرده برادر اسلام. الله خالق هست و برای ما و شما بیان میکنه که و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، هر چیز پیدا کرد و هر چیز به اندازه معینش تقدیر کرد و اندازه کرد. الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى، ذاتی که خلق کرد و آراسته کرد و ذاتی که تعیین کرد و اندازه کرد و رهنمایی کرد. الله رب العزت هر مخلوق به خاطر چیز و مصلحتی که پیدا کرده به طرف از او هدایتش کرده، رشدش کرده، رهنماییش کرده و تمام امکانات در اختیارش گذاشته و بالاخره برای ما تو گفته که انسان ها متوجه باشین که وما خلقنا السماء وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، آن چیزی که از آسمان است از زمین است و آن چیزی که در بین آسمان و زمین است، هیچ وقت ما باطل بیهوده و پیچ و بامانه ما نیافریدیمش. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا فکر میکنید که ما شما را عبث آفریدیم، بی هدف آفریدیم؟ هیچ گونه کدام هدفی در ورای خلقت شما نبود. نه، فتعال الله الملک الحق، الله رب العزت از این مقدس و منزه و پاک است که کار را بیهوده و پوچ انجام بده. چرا از جمله اسماء الله الحکیم است و از جمله صفات الله حکمت می باشه و حکمت الله جل جلاله تقاضا میکنه که چیزی بدون حکمت و چیزی بدون هدف و مصلحت پیدا نشه. پس به اساس انسان مؤمن و مسلمان در رابطه با افعال الله رب العزت باید به یقین کامل داشته باشه برادر اسلام که هر آن چیزی را که الله جل جلاله پیدا کرده و خلق کرده حتما در ورای از او مصلحت هست، حکمت هست، عدالت هست و افعال الله رب العزت افعال زیبا می باشه و الله رب العزت هیچ چیز در این جهان و کائنات بیهوده و پوچ نیافریده و به یقین کامل داشته باشه که هر آن کسی را که الله هدایت کرده و گمراه ساخته، هر آن کسی را که الله مال داده و فقیر کرده، هر آن کسی را که الله رب العزت سالم پیدا کرده و مریض کرده و هر آن انسانی که تندرست می باشه و هر انسانی که معیوب می باشه، متوجه باشین که در ورای هر یک از این به صدها حکمت نهفته است که عقل قاصر موتو از درک از او عاجز می باشه برادر است. الله رب العزت ذات بی نیاز هست و با آن چیزی که در رابطه با ما مخلوقات پیدا میکنه و خلق میکنه هیچ نیاز نداره. الله رب العزت نوح علیه السلام نجات میده و پسرش غرق میکنه، ابراهیم علیه السلام بر میگزینه و پدرش آزر ترد میکنه، فرعون هلاک میسازه
خانمش آسیه را هدایت میکنه، لوط علیه السلام را برمیگزینه و خانمش را هلاک میکنه. قادر مطلق است، هر آن چیزی که بخواه انجام میده. خانم را به خاطر حبس کردن و بندی کردن یک پشک که نه برایش آب داد و نه برایش نان داد که تا بالاخره مرد، مورد عذاب قرار داد. خانم بدکاری که برای سگ تشنه جرعه آب داد، مورد عفو و بخشش قرارش میده. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، تعذیب میکنه هر کسی را که بخواه و رحم میکنه هر کسی را که بخواه، هدایت میکنه هر کسی را که بخواه، گمراه میکنه هر کسی را که بخواه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگزینه، حبیب خود میگردانه. کاکایش ابو طالب که علاقه بی حد زیاد پیغمبر با او داره، با دلالت و گمراهی از این دنیا میره و برای پیغمبر خطاب میکنه و میفرمایه که اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو هدایت نمیکنی کسی را که دوست داری ای پیغمبر، ولیکن الله هست کسی را که بخواه هدایت میکنه. فرعون تخت و پادشاهی میته و هلاکش میکنه. موسی و بنی اسرائیل که در عجز و ناتوانی هستند، سرفرازی میته و نجات میته. تخت و پادشاهی را از پادشاه ها میگیره. انسان های ضعیف و نادر صاحب تخت و پادشاهی و تاج میسازه. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، ملک و پادشاهی را میتی برای هر کی که بخوایی و ملک و پادشاهی را میگیری از هر آن کسی که بخوایی. تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، عزت میتی هر کسی را که بخوایی، ذلت میتی هر کسی را که بخوایی. بیدک الخیر، خیر به دست تو هست. اگر ملک هم میگیری خیر است، اگر ملک هم میتی خیر است، اگر عزت هم میتی خیر است، اگر ذلت هم میتی خیر است. کسی را بخوای عمر میته و کسی را بخوای عمرش میگیره و از زندگی محرومش میکنه. طفل خردسالی که از بطن مادر زنده تولد میشه میمیره. پیر کهنسال عمر دراز میته. و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب ان ذلك علی الله یسیر. هیچ انسان عمر داده نمیشه و از هیچ انسان عمرش کم نمیشه که مگر الله رب العزت تعیینش کرده و ای با الله جل جلو بی حد آسان میباشه. رزق و مال دولت به هر کس بخواه میکشایه و هر کس بخواه در تنگی و فقر و تنگ دستی قرار میده. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای هر کسی که بخواه رزق میکشاید و برای هر کسی که بخواه رزقش تنگ میکنه و فقیر و تنگ دستش میکنه. لا یسالو عما یفعل، پرسان نمیشه از آن چیزی که میکنه. هر کسی را بخواه اولاد میته، بچه میته، دختر میته و هر کسی را بخواه محرومش میکنه، عقیمش میسازه. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، هر کسی را بخواه دختر میده، هر کسی را بخواه بچه میده. او یزوجنهم ذکرانا و اناثا، و یا بخواه کسی را دختر و پسر میده. و یجعل من یشاء عقیما، و هر کسی را که هم بخواه عقیم میسازه و نازای میسازه، اصلا اولادش نمیده. پس متوجه بشیم برادر سم که در ورای هر یکی از این چیزها به صدها حکمت نهفته است که عقل قاصر ما تو از درک از او عاجز هست. ما نمیتونیم که با این عقل قاصر خود این تعلیلات مادی بکنیم، بلکه الله جل جلاله در قرآن مجید ما تو را آگاه میسازه و خبر میده که انسان ها متوجه باشیم. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، شاید بسیار چیزها را شما بد بپندارین در حال که او به خیرتان است. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، و بسیار چیزها را میپسندین در حال که در شرتان است. والله يعلم، الله میدانه، و انتم لا تعلمون، ولیکن شما نمیدانین چیزی را دیگه. در واقع موسی علیه السلام زمانی که ما شما نظر اندازی میکنیم با عبد صالحی که ذکرش در سوره کهف آمده برادر اسلام، واقعات صورت میگیره که واقعا عقل انسان قبول کرده نمیتانه.
اما زمانی که ما در ورای حکمت‌های عظیم می‌بینیم، واقعا در هر یک از این واقعات حکمت‌هایی را پیدا می‌کنیم که الله جل جلاله با آگاه است و انسان از او آگاه نمی‌باشد. کشتی اشخاص فقیر و مسکین در دریا شکستانده میشه، طفل معصوم و بیگناه از بین میرده و کشته میشه. شک نیست که عقل انسان هیچ وقت چیزا را تقاضا نمیکنه، اما زمانی که حکمت بر ما تو بیان میشه و مصلحت در رابطه با این بیان میشه، باز اونجا است که با حکم الله جل جلاله تسلیم میشی که اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وكان وراءهم ملك یاخذ كل سفینه غصبا. اما این کشتی که سوراخ شد، ضربه زده شد، مصیبت برش رسید، به جهت از این بود که کشتی از مساکین و فقرا بود، در بحر کار میکردن، معیشت و حیات و زندگی خود پیدا میکردند. در پیش و پیش از اینها پادشاه ظالم و مستبد بود که هر کشتی را استاد میکرد، کشتی های سالم غصب میکرد و کشتی های ناسالم رها میکرد. پس به خاطر از این کشتی از اینها از او پادشاه مستبد رها شوه، پس ما کشتی از این را چی کردیم؟ معیوب ساختیم. و هم الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. پدر و مادر صالح با اولاد ناصالح، او هم ناصالح میشد، با کفر و طغیان و سرکشی روی می آوردند. پس به جهت از اینکه ما ایمان پدر و مادر را نگاه بکنیم، طفل از بین بردیم که تا الله رب العزت بدیل برایش بده. شک نیست که کل از این قضایا را زمانی که ما شما مشاهده میکنیم برادر اسلام متوجه باشین که ایمان آوردن به افعال الله رب العزت و آن چیزی که ایمان به افعال الله تقاضا میکنه، بهترین وسیله آرامش خاطر انسان میباشه. ای داخل موتو از دغدغه ها و انگیزه ها آرام و مطمئن نمیشه تا به وقتی که ما به افعال الله رب العزت ایمان و یقین کامل نداشته باشیم و به این یقین بکنیم که هر آن چیزی که در این جهان و کائنات صورت میگیره فعل الله هست و هر آن چیزی که فعل الله هست خیر است، مصلحت است، عدالت است و در فعل الله هیچ گونه شر و بدی وجود نداره. اگر الله مریض میسازه به خیرت است، اگر الله اولادت میگیره به خیرت است، اگر الله مالت از بین میبره به خیرت است، اگر الله گشایش میکنه به خیرت میباشه. و اینجاست که قلب انسان آرام میشه و قلب انسان اطمینان پیدا میکنه و خاطر انسان از این دغدغه ها در حقیقت راحت پیدا میکنه. شک نیست برادر اسلام که الله رب العزت در طول تاریخ بشریت انسان های گمراه، انسان های عاصی، انسان های سرکش، انسان های ظالم، انسان های مستبد هلاک کرده، رویشان در خاک کرده، با وجودی که قدرت داشتن، با وجودی که مال داشتن، با وجودی که خیلی تکبر میکردن، ولیکن الله یک یکش هلاک کرد و در زمین برابر کرد. انسان های مؤمن و مسلمان، موحد، یگانه پرست، با وجودی که عاجز بودن، بیچاره بودن، نادار بودن، امکانات به دسترشان نبود، الله نجاتشان داد، عزتشان داد، سرفرازیشان داد. ولیکن چی وقت برادر اسلام؟ ولیکن چی وقت؟ هر زمانی که یک مبارزه بسیار طویلی را پشت سر گذاشتند، هر زمانی که مصیبت ها و مشکلات و سختی های بی حد زیادی را متحمل شدند، هر زمانی که قربانی های زیادی را متقبل شدند و حتی کار به جای کشید، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، کار به جای کشید که حتی فریاد پیغمبر برآمد، فریاد مؤمنان برآمد که نصرت خدا کجا هست، چی وقت خدا ما را نصرت میده؟ ندا برشان میاد که الا، متوجه باشین، نصر الله قریب، نصرت پروردگار عالم نزدیک است. الا ان نصر الله قریب، نصرت الله رب العزت نزدیک هست. به شک نیست برای رسوم امروز حالات را که ما در جهان اسلام مشاهده میکنیم و آن حالات را که ما امروز در کشور غمدیده و فقیر و جنگ زده خود مشاهده میکنیم که شمه از او را ما در هفته گذشته بیان کردیم، شک نیست که چیزی هست که عقل هر انسان مؤمن و مسلمان متحیر میسازد. و
ولیکن ما به این یقین کامل داریم برادر استام که در ورای هر یک از این مصیبت هایی که امروز ما شاملش هستیم و در ورای هر یک از این مصیبت هایی که امروز ما با او زندگی خود سپری میکنیم و صدها حکمت و مصلحت نهفته است برای انسان های مؤمن و مسلمانی که بغیر از الله ما و تو در رابطه با او نمیفهمیم. ولیکن این نصرت، این مصلحت چی وقت متحقق میشه؟ و شک نیست که از ما و شما صبر و تحمل پذیری میخواید. شک نیست که از ما و شما قربانی مطالبه میکنه. شک نیست که از ما استقامت و پابندی مطالبه میکنه که هر زمانی که نصرت الله متحقق شد، باز متوجه باشین که جلو نصرت الله رب العزت در زمین و آسمان چیزی گرفتن نمیتونه. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم روز در سایه خانه کعبه شریفه تکیه زده بودن. مسلمانان آمدن پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم از آزار و اذیت مشرکین شکایت کردند و گفتند یا پیغمبر ما در چه حالت هستیم؟ دعا کو در حق ما، در حق نصرت ما دعا بکو از خداوند، بخوای که ما را از این مشکلات نجات بده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنشان سیر کرد و گفت که در امتهای گذشته مسلمان ها انقدر بخاطر دین خود در تکلیف و در مشقت قرار می گرفتند که حتی یکی از اونها را بخاطر دینشان می آوردند، زمین چقر می کردند و بالاخره او را گور می کردند، اره را در سرش می ماندند و از سرش دو نیم شقش می کردند، ولیکن از دین خود نمی گشت. با شانه های آهنین گوشت و پوست و استخوانشان شانه می شد، لیکن صبر میکردن و تحمل میکردن. قسم به خداست که الله دین غالب میسازد. قسم به خداست که وعده الله حق است و آرامی و امنیت شامل حال شما میشه. ولکنکم تستعجلون ولیکن شما عجله میکنین، شتاب زدگی میکنین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غزوه خندق خودشان به دست مبارک خندق کندن و سنگ بسیار صخره قویه که در خندق پیدا شده بود و مسلمان ها از شکستاندن از او عاجز شدند، پیغمبر آستین برزد و کلنگ گرفت و رفت بالای سنگ و کلنگ را زد، جرقه خارج شد و گفت که قصرهای روم و فارس فتح شد. در وقتی که پیغمبر هجرت میکرد، سراقه ابن مالک تعقیبشان کرد و بالاخره سراقه از پیغمبر امان خواست و پیغمبر هم گفت برو از پشت سر ما را حمایت بکو، در بدلش چی میخوای سراقه؟ گفت میخوای که کرههای امپراتور روم برایت بتم؟ کرههای امپراتور روم، در حالی که پیغمبر خودش به چه حالت اجرت میکنه. زمانی که موسی علیه السلام تولد شد، در وقت و زمانی که هر طفل بنی اسرائیل ذبح میشد و هیچ حامی و نگهبان مادر موسی علیه السلام نداشت بغیر از حامی و نگهبان الله، الله برش الهام کرد که مادر موسی رو شیر بده. هر زمانی که خوف زدی، ترسیدی و بالاخره به اصطلاح قوای فرعون آمد که تا ایرا ذبح بکنه، در صندوق بگذارش در آب پرتش. سبحان الله، اگر کل از این مسائل ما توسط عقل خود تعلیل بکنیم غیر قابل قبول هست. پیغمبری که در غزوه خندق در شکم خود از گرسنگی سنگ بسته میکنه، او قصرهای روم و فارس و امپراتوری ها را در او روز فتح میکنه. مثال امپراتوری های روم و فارس در او زمان مانند مثال اروپا و امریکا و چین امروز ما و تو هست که ما و تو دعوا بکنیم و بگیم که ما بالاخره امروز در قصر سفید پای خود میمانیم، غیر قابل قبول است برادر اسلام. در وقت و زمانی که پیغمبر از غار ثور میبراید و از راه دیگر به طرف هجرت میره، کرههای امپراتور روم برای سراقه وعده میده. و زمانی که مادر موسی سی موسی را طفل خردسال در صندوق انداخته در آب میندازه و آب هم در خانه فرعون میره، اصلا عقل بشری ای را تقاضا نمیکنه که بسای دوباره نجات پیدا بکنه. ولیکن آیا موسی دوباره در آغوش مادرش برگشت و یا نگشت؟ آیا اسلام پیروز شد و یا نشد؟ آیا وعده‌ای که الله رب العزت داده بود متحقق گردید و یا نگردید برادر اسلام؟ وعده الله حق است، ولیکن الله رب العزت از ما و شما صبر میخواید، تحمل میخواید، قربانی میخواید، استقامت میخواید. چرا برادر اسلام؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب،
که تا خبیث از طیب جدا بکنه. برادر اسلام، این دنیا مثال کوره آهنگر داره، این دنیا مانند یک کوره هست. این مصیبت ها و مشقت ها و سختی هایی که ما امروز دامنگیرش هستیم، این مثال آتش کوره هست برادر اسلام. و هر زمانی که آهنگر سیخ زنگ زده را در کوره میمانه، کوره تماما زنگش از بین برده و سیقل کرده دوباره خارجش میسازه. پس متوجه باشین که مصیبت ها و چیزهایی که دامنگیر ما و تو هست، از ما و شما وقت و زمان میخواید، صبر و تحمل میخواید که تا الله رب العزت نمی انسان هایی که با خباثت و نجاست و پلیدی آلوده هستند، این خباثت و نجاست و پلیدی ها از انسان های طیب، از انسان های متقی، از انسان هایی که واقعا به رب خود ایمان دارن و عقیده دارن و به احکام الهی استقامت و پابندی دارن، صف هر دو را جدا بکنه برادر اسلام. الله رب العزت در قرآن مجید صراحتا بر ما می فرماید و در رابطه با صف مجرمین و صف مسلمان ها بر ما بیان میکنه که امروز دیگه صف مجرم از صف متقی و پرهیزگار دیگه جدا شد. شک نیست که ما دیگه در این دنیا همه سب سرگشته هستیم، سب نه مؤمن معلوم است نه مسلمان معلوم است، نه پلید پلید هم خدا سب مؤمن متقی میگه، سب مؤمن متقی خازو کده خدا زیادتر میگه. ولیکن متوجه باشین که کل از این مشکلات و سختی هایی که الله رب العزت امروز به سر ما آورده فقط به خاطر نمی امتحان و ابتلا و آزمایش است. ولیکن انسان مؤمن و مسلمان باید به این عقیده کامل داشته باشه برادرم که هر یک از این چیزا به خیر و مصلحت ما تو هست، ولیکن چی وقت؟ وعده الله حق است و ما به یقین کامل داریم صبر و تحمل و وقت و زمان بالاخره هر یک زیر برای ما و شما آشکار می سازه و بالاخره ما میبینیم که واقعا انسان هایی که مجرم بودن، طاغی بودن و سرکش بودن، هلاک شدن و از بین رفتن، در دنیا خوار و ذلیل شدن، انسان های متقی و مؤمن و پرهیزگار بالاخره کسایی بودن که واقعا الله رب العزت اونا را نصرت و یاری کرد. پس به این اساس ما با الله رب العزت دست بالا میکنیم برادر اسلام. امروز ما با غیر از الله دیگه ملجا و پناهگاهی نداریم که یا الله در متن ما صلح و آرامی را بیار، صلح و آرامی که باعث پیشرفت دینت شوه، صلح و آرامی که باعث تقویه دینت شوه. و هر آن کسانی که در کشور ما و در وطن ما ظلم و استبداد پیش گرفتن و حیات و زندگی مردم ما را به خطر انداختن، هر کس و به هر لباس و به هر شکل کس، یا الله تو هلاکش کو، یا الله تو رسوایش کو، الله تو ذلیلش بساز و مردم از شر از اینها نجات بده. ما دیگه ملجا و پناهگاهی نداریم یا رب، دست ما خالی هست جز تو ذاتی که به همه چیز آگاه هستی و به همه چیز قادر هستی، به کوتاهی و تقصیر ما آگاه هستی، به همه چیزهای ما آگاه هستی، ولیکن ما از دربار تو نامید نیستیم. تو کافر مظلوم نصرت میتی، ما خوب به وحدانیت و یگانگیت ایمان داریم یا الله. این مشکلات و مصیبت ها را امرای خیر از وطن ما، از کشور ما، از تمام جهان اسلام دور بساز، اسلام پیروز بساز، سرفراز بساز، مسلمان ها را عزتشان و مجدشان دوباره برایشان عطا بکو و همه را حیات و زندگی آرام و خوش و پرسعادت نصیب بکو یا الله. به تو باز مشکل نیست و تو به هر چیز قادر هستی. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و استغفروه انه هو الغفور الرحیم.